مامان جون. بابا پاشو عزیزم. بابا جون کابوس دیدی مامان. پاشو عزیزم پاشو. بابا بابا تموم شد مامان جون. تموم شد. آروم باش. مامان جون تموم شد. تموم شد عزیزم. آروم باش. آروم باش گلم. نترس پسر گلم. بابا مامان جون بابا خوشگلم. تموم شد. نترس دیگه. من کنارتم. آروم باش. آروم گزارش گم شده چی داریم؟ نه جناب کمیسر، آقای بازپرس محل حادثه رو بررسی کردن، جسد رو فرستادن سردخونه. تو طوفان دیشب 5 تا قایق ماهیگیری واژگون شدن و از بین رفتن. یه قایق هم گم شده. به نظر میرسه این جسد صاحب یکی از اون قایقا باشه. پس با قایق رونا حرف میزنیم، شاید چیزی دستگیرمون شه. گارد ساحلی عملیات گشت و نجات شروع کردن. ولی فعلا چیزی پیدا نکردن. باشه، میریم میفهمیم. زود باش. خسته نباشین. دمت گرم. خیلی ممنون. ببینم خسارتم دیدین؟ نه خدا رو شکر کمیسه. بابا تلویزیون اعلام کرد قرار طوفان بیاد. هیچ کی نشنید. تلویزیون همه اعلام کرد طوفان قرار بیاد. هیچ کس نرفته بود دریا. از بین شما کی تو دریا بوده؟ والا قایق داداش مصطفی که اینجا نیست. شاید هم تنابش باز شده، قایق حرکت کرده دیگه. متوجه شدم. بلا به دور باشه. آقا مرسی. طاهر دیوونه، خدا کنه که کار تو نباشه. ببینم تو جسدی که اومد ساحلو دیدی؟ نه جناب کمیسر، فعلا بچه ها با بیسیم اعلام کردن. تو خسته شدی، برو یکم استراحت کن، من اینجام. ببخشید داداش مصطفی، یه لحظه خوابم برد اما حالم خوبه، بذار بمونم. اینجوری نکن، میخوای منو ناراحت کنی؟ ای خدا. آها علیه، جونم علی. داداش تو خوبی؟ چطور میتونم باشم؟ بالا سر فاتح تو بیمارستانم. فهمیده، فاتح چطوره؟ دکترها چیزی نمیگن، فاتح هم همینجوری خوابیده. باشه داداش، من برای چیز فاتح. باشه داداش، اصلا بعدن زنگ میزنم. باشه علی. وای قربون خدا برم، این دیگه چی بود؟ خیلی پر سر و صدا بود؟ آره به خدا، منم ترسیدم، باور کن قلبم وایست. زن داداش یه چیزی بهت بگم، خدا پشت و پناه اونایی باشه که تو دریا بودن. آمین مراد جون، آمین. بله داداش. مراد؟ بفرما داداش.
هیچی داداش، اشتباهی بهت زنگ زدم. تو رو خدا جواب بده داداش، محض رضای خدا جواب بده. دستگاه مشترک. نه نه، حتما شارژ گوشیش تموم شده. آره حتما همینطوره، یا شاید هم جایی که گوشیش آنتن نمیده. جانم جناب کمیسر، احسان بلم کنه، حساب ندارم. گاز بده، فقط گاز بده، سریعتر. بالم دخترم، زود باش بالم. ثانیه خانم چی شدی؟ هنوز میپرسی چی شده؟ دیگه قراره چی بشه هان؟ دیگه چی بشه؟ ای وای ثانیه خانم، سر صبحی الله اکبر، ها رنگت پریده. اینو میگم، منظورم اینه که فشارت بالا پایین شده. چطور؟ این سوالو از من نباید بپرسی. ثانیه خانم چی شده ها؟ چی شده؟ نفسو از خونه بیرون کردی؟ چی شد؟ نفسو از خونه بیرون کردی درست، ولی میتونی از دل طاهرم بیرونش کنی؟ کی زورش میرسه این کارو بکنه؟ این کار به غیر از پافشاری بی خود و به هم زدن آرامش بقیه به چه دردی میخوره؟ من آرامش بقیه رو به هم میزنم؟ انگار خیلی آرامش داشتیم. چه حرفایی میزنه؟ باله دخترم، زود باش دیگه، هر صبح از بس میگم زود باش، جون به لب شده. ثانیه خانم کجا میری؟ کجا میتونم برم؟ میرم پیش ثانیه خانم. ثانیه خانم بیا 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 اینجا، آروم بیا اینجا بشین، باشه بیا بیا اینجا بشین، فشارتو بگیرم آرومتر. آفرین ثانیه خانم. ثانیه خانم سرت گیج رفت، اینجوری نکن ثانیه خانم، هم خودتو ناراحت میکنی، هم مرو همه رو ناراحت میکنی، واقعا گناه داریم. مگه کسی میدونه که گناه چیه؟ ببین وقتی دارم فشارتو میگیرم خواهش میکنم حرف نزن. باشه، فشارم رفته بالا، معلومه که میره بالا، انقدر میره بالا یهو سکته میکنم، اون موقع میفهمین. گفته باشم دو روزه یه بار صورتم بی‌حس میشه، یه بار دستم، سکته مغزی میکنم، یا اینکه قلبم وای میسته، خدا میدونه. اون موقع است که میگین این زن قصه بزرگی داشت. وای ثانیه خانم، میشه یه لحظه ساکت چی لطفا؟ مامان دفتر ریاضیم کجاست؟ بیا تو جیبمه، برش دار. ای بابا فشارم چنده؟ رفته بالا. مگه قرار نشد حرف نزنی؟ صبح بخیر. صبح بخیر مامان جون. برو دست و صورتتو بشور باشه، بعد بیا سر سفره، بعدش هم میریم مدرسه. کل شب و کابوس دید، دلمم نیومد بیدارش کنم. صبح هم تو خواب میگفت بابا من دیگه نمیدونم چی کار کنم. انشالله فاتح از بیمارستان مرخص میشه و همه چی درست میشه. نمیدونم، تنها چیزی که الان میخوام اینه که فاتح خوب بشه. انشالله که خوب میشه، قسمت سخت قضیه رو پشت سر گذاشته، نگران نباش دیگه. انشالله که همینطور میشه. ماما تو شب نخوابیدی؟ بابات پیداش نیست، نصف شب از خونه رفت بیرون. آخه کجا رفته؟ دیشب زمین و آسمون با هم یکی شدن، نشنیدین؟ نکنه بلایی سرش اومده. خدا نکنه مامان جون. چرا اینجوری میگی؟ من الان بهش زنگ میزنم. فکر میکنی زنگ نزدم؟ از دیشب 50 بار بهش زنگ زدم. فوراً فکرای بد نکن مامان، مگه نمیدونی بابا مخلاقش اینطوریه، جواب گوشی رو نمیده. انشالله همینطور باشه. همینطوره. شما برین سفره رو آماده کنید.
میاد میاد. بازش کن. خواب بابامو دیدم، یعنی داداش طاهر منو بوسید، گفت از این که به هم گفتی بابا عصبانی نشدم. چه خواب قشنگی دیدی عزیزم. بعدش رفت، گفتم نرو بابا ولی رفت، خیلی تاریک بود. آه فقط همین؟ بازم میتونم بابامو ببینم؟ اون میاد یا نه؟ آه مامان جون بیا بریم که مدرسه دیرت نشه باشه. جناب کمیسر، جناب کمیسر. جناب کمیسر، از روی اثر انگشتش هویتش شناسایی کردیم. رستم کرزه. بهمون اطلاع داده بودن که اون روز بعد از دعوایی که تو زندان شد از زندان فرار کرده قربان. داداش فکرت، جسد رستم رسیده به ساحل، پلیس ها پیداش کردن و بردنش به سردخونه. خدا از سر تقصیرش بگذره. شروع کن پسرم، قشنگ بخور تا سیر بشی. خیلی ممنون داداش. مامان خدا بیامرزم بگفت فقط یه نصف نون بین گشنگی و سیری فاصله است. میگفت با خودت میگی خیلی گشنمه، دارم میمیرم، ولی نصف نون کافیه تا سیر بشی. آدم گشنه سیر میشه ولی آدم مریض سیر نمیشه. اینطور نیست رستم؟ بله داشت همینطوره. خب میگن داداش الان چی میشه؟ با خیال راحت غذاتو بخور. بچه ها تو رو میبرن پیش اون کشتی که تو ساحل منتظرته. با اون کشتی میری روسیه. داداش پول چی؟ پولم میگیری، نگران نباش، پولم میگیری. شناسنامه و پولو تو کشتی بهت میدن پسرم. خدا ازت راضی باشه داداش، مرسی. واقعا رضایت خدا برات مهمه پسر؟ یا همینجوری طبق عادت گفتی؟ هر چقدر میتونی بخور، خوب غذا بخور، ولی یکم عجله کن. این حرومزاده رو بندازین تو داری. چشم داداش. الو داداش، با هم قهر که نیستیم نه؟ من از همون اول بهت گفته بودم
گفتم نباید کاری به بچه ها و زن ها داشته باشی. وقتی دیدم اینجوری با افتخار میگی که نظرا کتک زدم. پیش میاد داداش، بین دوتا برادر این چیزا پیش میاد. خوبه خوبه، پس بذار منم یه خبر خوب بهت بدم. رستم به ساحل رسیده. منظورت چیه داداش؟ پلیس پیداش کرده تو ساحل. تا اونجایی که من فهمیدم میخواسته از کشور خارج بشه. خلاصه جریان اینجوریه دیگه، قایق غرق شده. خب این چیزا همیشه اتفاق میفته. این که به هم زنگ زد و ازم یکم پول و اینا خواست یکم عجیب نبود؟ بداد. چیزی که خیانتکارا خیلی خوب میدونن اینه که یه روزی خودشونم قربانی یه خیانت میشن. پسر، وقتی که تو گفتی بیاد تا بهش پول بدی، مطمئن بود که تو اونو میکشی و میخوای از میون برش داری. حق نداشت اینطوری فکر کنه. مگه نمیخواستی هم این کارو بکنی؟ اونم میدونست. بگذاریم، موضوع رستم تموم شد. چشمت روشن. ممنون داداش، ممنون. میبینمت. تو دنبال یه چیز دیگه هستی، ولی چی نمیدونم. بگذاریم. چی شد؟ خبری نشد؟ هنوز نه. آها داداش، براک شما برین خونه، من اینجا منتظر میمونم. داداش تو براک رو ببر خونه، گیر داده میگه میمونم، به حرفم گوش نمیده. داداش مصطفی، من اینجا راحتم، میمونم. وای خدای من. داداش حال مامانم زیاد خوب نیست. چی شده؟ صبح گیر داده بود، میگفت میرم بیمارستان، حالش خوب به نظر نمیرسید، حرف منم گوش نمیکرد. پسر، مامان حرف کیو گوش میکنه آخه؟ اون حرف تو رو گوش میکنه داداش. برو پیشش، باشه؟ اگه چیزی شد بهت خبر میدم. ببین هر خبری شد بهم زنگ بزن. باشه، زنگ میزنم. خیلی خوب، من میرم جلوی مامانم رو بگیرم، تا یکی دو ساعت دیگه برمیگردم. بیا اینا رو بخور، حروم نشه. فعلا. فاتح حالش چطوره؟ فرقی نکرده. مامان صبونه نمیخوری؟ شما بخورین. جمیل، آخه تو کجایی؟ کجایی؟ اومدم دیگه. خدایا شکرت. گشنته؟ نه گشنه نیستم. نظر؟ بله بابا. اون جریان چیزو چیکار کردی؟ همون درخواست طلاق و اینا؟ امروز میرم حلش میکنم، با اسما حرف میزنم و درخواست طلاق میدم. باشه، برو اون خونه و وسایلی چیزی داری بردار و برگرد اینجا. بابا، من و آبجی یه بالش با یه پتو واسم بیارین، همینجا یه کم دراز میکشم. به تو نگفتم، به دخترها گفتم. باهاشون قهر نکن جمیل، اونا دخترتن. حالا یه اشتباهی کردن، هر دوتاشون خیلی پشیمونن، من شاهدم. یه بخش از بدهی رو پرداخت کردیم، هر که بامش بیش برفش بیشتر. این همه سال زحمت کشیدم که شکم تو و دخترام سیر بشه، ولی خب یه وقتایی یه چیزایی پیش میاد که مجبور میشه آدم همینجوری بمونه. زندگی سخته دیگه. چی شده؟ اوضاعمون بده؟ ایشالله رو به راه میشه، وضعیتمون خوب میشه. بیار دخترم.
یکی دو ساعت دیگه بیدارم کنیم. باشه، تو بخوا. شاید پرسیدن این سوال الان زوده، اما حالا میخوای چی کار کنی؟ باور کن نمیدونم، یعنی اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. در هر صورت به ثانیه خانومم نمیتونم بگم اصلا حق با تو نیست. من اونا رو تو این درد سر انداختم، میدونستم میاد دنبالم. انقدر خودتو مقصر ندون نفس. گناه کارای وداد تو چرا باید گردن بگیری؟ نمیتونم بگم وداد این کارو کرده. حتی نمیدونم من چرا اینجا. اصلا ترابزون یه جایی بود که تو نقشه به زور پیداش میکردم. فکر کنم جغرافیات زیاد خوب نیست ها؟ اتفاقا برعکس، جغرافیام خیلی هم خوب بود عزیزم. جایی که سالها دوست نداشتم به زور نگه هم داشته. الانم از جایی که میخوام بمونم بیرونم کردن. دیشب خیلی به طاهر زنگ زدم، خواستم صداشو بشنوم ولی نتونستم. مطمئنم اونم میخواسته بهت زنگ بزنه. ببخشید، نظر زنگ زده. بله نظر جون. آره من الان دفترم، هر موقع بخوای میتونی بیای. نفسم اینجا سلام میرسونه. میخواد از وداد طلاق بگیره، گفت برام یه درخواست طلاق آماده کن. انشالله نجات پیدا میکنه. کاش منم نجات پیدا کنم، امیدوارم اون خلاص بشه. کجا میری؟ میخوای بری بیمارستان؟ نه میرم خونه. هنوزم میگم خونه. معلومه که باید بگی خونه. حالا هرچی، وقتی اونجوری با عجله از خونه اومدیم بیرون، وسایل ایگیتو نتونستم بردارم، میرم اونا رو بیارم. باشه، بهم خبر بده. باشه. آبجی، شاید من پیش فاتح بمونم. میتونی بری مدرسه دنبال ایگیت؟ معلومه که میرم، نگران نباش. ممنون آبجی. هیچ فرقی نکرده داداش. چند دقیقه پیش دکتر اومد، گفت میبرنش تو اتاق، از بخشای ویژه میارنش بیرون. ایشالا که زود بهتر میشه. داداش مصطفی کجاست؟ اون رفت خونه، ما به جاش اینجا موندیم. باش. مراد. بگو داداش. طاهر بهت زنگ نزده؟ نه داداش. واسه چی پرسیدی؟ هیچی، من همینطوری پرسیدم. پس من دیگه برم. در ضمن اگه خبری شد زنگ بزن. باشه داداش، خبر میدم. به نظرت رفتارش یکم عجیب نبود؟ مامانم کجاست؟ آیا فشارش دوباره رفته بالا، الان بهتره. تو برو یکم بخواب، خیلی خسته به نظر میرسی. تو کجا میری؟ میرم بیمارستان دیگه. ای بابا آسیه، اینجوری نکن. فاتح اونجا خوابیده، میری چی کار کنی؟ یعنی نرم، باید با چشم خودم ببینمش. به زور تا صبح منتظر مونم. آسیه میگم اینجوری نکن، بیمارستان مرکز میکروب تو، هم که بارداری نگرانتم. مصطفی منم اگه نرم فکرم میمونه پیش فاتح. سلام زن داداش. خوش اومدی علی. ممنون. سلام داداش. خیر باشه علی. داشتی میرفتی بیرون زن داداش؟ آره. خب دارم میرم یه سر به فاتح بزنم. تو مصطفی رو معطل کن، دنبالم نیاد. باشه. باشه. چه زن لجبازیه.
میگم لازم نیست فاتح بیهوش نرو گیر داده، میگه حتما میرم. داداش مصطفی جونم، به سر کسی که فاتح و زد دستگیر شد؟ آره. خب بیا تو ببینم، بیا تو تعریف کن. چایی میخوری؟ آسیه دم کرده. داداش آخرین بار کی با طاهر حرف زدی؟ خیر باشه. ایشالله که اشتباه کنم. ایشالله که شارژ گوشیش تموم شده. نمیدونم. پسر چی میخوای بگی؟ بگو ببینم. دستگاه مشترک مورد نظر دردن. علی میگم چی میخوای بگی؟ بگو دیگه، زود باش. داداش قایق تو اسکله نیست. خب ماشین طاهر رو اونجا دیدم، گفتم شاید حتما باز دیوونه شده، سوار قایق شده رفته. دیشب تو طوفان 5 تا قایق واژگون شده. اتفاقی برای طاهرم افتاده؟ نه مامون ثانیه جون، وقتی جواب گوشیشو نداد نگران شدم، داشتم اونو میپرسیدم. بله آبجاسیه، نفس کجایی دختر؟ دارم میرم خونه، از اونجا میرم بیمارستان. باشه، منم دارم میرم بیمارستان، اونجا هم دیگر رو میبینی. باشه آبجاسیه، میبینمت. کسی خونه نیست؟ آه نه ترس، به تو شلیک نمی کنم. بیا اینو بگیر، برو برو برو، مرادو تو بیمارستان بکش، فقط اون مونده. برو به اونم شلیک کن، راحت بشی. برو، مگه همینو نمیخوای؟ شما چی دارین میگین سانیه خانم؟ نه زانوهام دیگه توانی دارن که بدوام برم، نه طاقت و توان دارم داد بزنم. همینجوری منتظر نشستم ببینم امروز خبر مرگ کدوم بچه‌مو بهم میدن. طاهرم تو طوفان گم شده. کی مقصره؟ یکم سردمه، تو چی؟ نه اینو بگیر، برای خودت یه آتیش درست کن. یادت به هم گفتی این دنیا خیلی سرده، با من میسوزی؟ تا وقتی من میام یه آتیش روشن کن. تو کجا میری؟ میام، ولی تو برای خودت یه آتیش روشن کن، هم تو گرم میشی هم من راحت‌تر پیدات میکنم. خیلی زود میام پیشت. میدونم میای، منتظرت میمونم. من حتی وقتی خودم هم متوجه نبودم منتظرت بودم. منتظرت میمونم.
احسان، یکیتون برین ماشین منو بیارین اینجا. نجمی، قایقو برمیدارم. داداش، گارد ساحلی داره دنبالش میگرده دیگه. اونا دنبال یه مفقود میگردن، ولی من دنبال برادرم میگردم. بازش کن. از دست تو داداش. تو میتونی تون برو.